اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی الله على سیدنا محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین اللهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. امیدوارم که خداوند سبحان لطف خودش رو شامل حال کند که بتوانیم با عرض ارادت به محضر مقدس امیر ملک کلام از نورانیت سخنان این بزرگ مرد الهی نهایت استفاده رو ولو در این مجال کوتاه ببریم. نهج البلاغ حقا تفسیر عینی و جامعی برای بسیاری از آیات قرآن کریم است، اما دریغا و واسفا که مانند بسیاری از میراث‌های گرانی که ما داریم، متاسفانه گدای ریزه‌ای از خان غیر، جنس خود میجویی از دکان غیر. اینکه این جمله رو من سوگمندانه در بعضی از مباحث گفتم، دوردست ها که هنگامی که نگاه میکردم به سخنان شارح معتزلی نهج البلاغه، وقتی که رسیدم در شرح خطبه 215 به این جمله ابن عبدالحدید، این عالم سنی معتزلی، هنگامی که این مطلب رو خواندم با خب همین دلمشغولی هایی که نسبت به نهج البلاغه بود، واقعا در اون ساعاتی احساس شرمساری نسبت به امیرالمؤمنین بدون هیچ مجامله و تعارفی حس کردم و سر رو به زیر افکندم و پوزش طلبیدم از محضر مقدس امیر ملک کلام، هنگامی که خواندم که شارح معتزلی ابن عبدالحدید میگوید لا اقسم به ما تقسمو بهل اممل مازیه، قسم میخورم به همه مقدساتی که پیشینیان قسم به اون یاد کردند، لا اقسمو به ما تقسمو بهی اممل مازیه انی منذ 50 سنه، من در طی این 50 سال اخیر لقد قرأت هذه الخطبه 1000 مره، من در طی این 50 سال اخیر 1000 بار این خطبه رو خوندم و هرگاه که این خطبه رو خواندم وجدت فیها روعتن و دقتن، در اون دقت ها دیدم، زیبایی ها دیدم، حلاوت ها دیدم. اونگاه در نهایت شرمساری انسان به خیشتن خیش خطاب می کند که چرا ما یک بار حتی از ابتدا تا انتها غفلت اون و حسرت اون رو در دل ببینیم و متاسفانه این دوری از کلام امیرالمؤمنین. نهج البلاغه ممکن است عزیزان شما اگر ابتداءً مراجعه کنید و ترجمه نهج البلاغه رو بخونید، در اون لحظات ابتدایی و بعد الامر برای شما یه قدری سنگین باشد، طبیعی است، چون سخنان امیر ملک کلام است. امام در همین سخن میفهمد نحن امراء الکلام، ما حاکمان و پادشاهان ملک کلام و سخنیم، طبیعی است. اما مقداری که ادامه پیدا میکند انس انسان با نهج البلاغه، به یقین درک میکند که انسانی ترین سخن سخنان وجود نازنین امیرالمؤمنین است. دنیایی رو میبیند پیش روی خودش که اگر به کوی معارف سر میزند و از اصول اعتقادات میگوید، میبیند، مشاهده میکند، شهود میکند، از اون چه یافته است به شما تحفه میدهد. هنگامی که مباحث اجتماعی رو امیرالمؤمنین مطرح میکند، در یه بلندایی اشراف به تمام جزئیات درونی انسان و خصوصیات رفتاری جامعه بشری، اصول، قواعد، آسیب‌ها، فرصت‌ها، پیامدها رو به نقد میکشد، به تصویر میکشد و طرح و برنامه ارائه میکند وجود نازنین رو. هنگامی که اخلاقیات میگوید،
شما پهنه ها و جلوه های اخلاقی نهج البلاغه رو که سیر می کنید، آدمی رو یه نشعه می گیرد که حاضر نیست سر رو از روی خط خط کلام مولا بردارد و احساس می کند که اخلاق تجسم یافته رو مطالعه می کند و می فهمد و اونجاست که سر رو تکان می دهد انسان متحسرانه و با یه نگاه خاصی می گوید که راز بکشا یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو زان چه دیده ای. فرصتی نیست که من بخش های مختلف نهج البلاغه رو حتی به عنوان سرفصل گونه گذاری کنم و عبور کلام، اما همین مقدار عرض می کنم که از مهمترین قسمت های نهج البلاغه و مفاهیم بلند این کتاب مستطاب بیدارگری ها و هشدارها است که نسبت به تناسب و نسبت عمر و دنیا امام مطرح می فرمایند. شیوه نگاهمون به دنیا، جایگاهمون در دنیا، نگاهمون به گذار عمر، چه باید بکنیم در این فرصت ها، توجه به این که زمان چگونه بر ما می‌گذرد و ما چه غفلتی از این گذار عمر داریم. سخنان دلنشین و ملیح امام در این قسمت و در این موضوع فوق العاده قابل توجه و تعمق است در اقیانوس بیکران سخنان امیر. من برای این گفتگوی دو نوبت یه خطبه نهج البلاغه رو انتخاب کردم که مالامال از این گونه مباحث است. بسم الله الرحمن الرحیم. و من خطبت له علیه السلام، از خطبه های نورانی امیر المؤمنین است به شماره و رقم 64، خطبه 64 در نهج البلاغه. حالا این که میگم 64، به اکثر نسخه ها 64، ممکنه فیض الاسلام را اگر نگاه کنن بعض از دوستان که در اختیار دارن 63 باشه، یعنی با یک شماره اختلاف در شماره گذاری 64 یا 63. قبل از ورود به خطبه ها همیشه مرحوم سید رضی که مجموعه سخنان امام رو در اینجا جمع کرده است و این میراث گرانقدر و تراث پربهای نهج البلاغه را برای ما تدوین کرده است، این بزرگ مرد هاشمی، عنوان خطبه رو مطرح می کند، یعنی یه بخش از مهمترین بخش ها رو به عنوان خطبه مطرح می کند. فل مبادرت الى صالح الاعمال، عنوان اینه، تیتر درشت درس فل مبادره، این سخنرانی امام در مبادره به سوی اعمال صالح هست. مبادره رو الان در آغاز این خطبه کلامی امام دارن که توضیح خواهم داد. سخن امیر المؤمنین این چنین آغاز می شود: فاتقوا الله عباد الله. شاید این رو در نوشته ها هم ما نوشتیم، فقط همین مقدار عرض می کنم. با توجه به این که مرحوم سید رضی اون لب و ملخص کلام امام رو مطرح می فرموده است که یه مجموعه چندان طویلی نباشد، لذا سید ناچارن بخشی از سخن رو، یعنی ابتدا و اون مقدمات رو علی القاعده عزل می کند. یعنی چی؟ یعنی همون بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، همون که از اون تعبیر به خطبه مقدماتی کلام تعبیر می فرمایید، یعنی تسمیه، حمدالله، بسم الله الرحمن الرحیم، تحمید، ثنا، درود، تحیت بر رسول، اینها مقدمات سخن است که مرحوم سید رضی این موارد رو حذف میکند به عنوان اختصار. و الا در نوع سخن امیرالمؤمنین معلومه که کلام امام با همین مقدمات همیشه آغاز میشود. فاتقوا الله، آغاز سخن این است، از اول مطلب به تعبیری، فاتقوا الله عباد الله، تقوای خدا را پیشه کنید عباد الله، بندگان خدا. کلام نخستین امیرالمؤمنین دعوت به تقواست. این سخن و این لحن و این دعوت جامعه برازنده همگان نیست. کسی میتواند چنین استوار دعوت به تقوا کند که خود امام المتقین است.
تمام بهره را از تقوا یافته است و برده است. به معنای حقیقی اجزاء تقوا در روز شمار زندگی او به نمایش در آمده است. او می تواند بگوید فتق الله، که هم تقوا را می شناسد هم الله را می شناسد. انگامی که می گوید فتق الله، به تمام هستی و وجود امیر المؤمنین این جمله دستوری را بر زبان جاری می کند. بندگان خدا، فتق الله عباد الله. خب تقوایی که در نهج البلاغه مطرح می شود و معرفی می شود به زعم جماعتی و اون تصویر غلط و ناروانی که از تقواگاه بعض از گروه های فکری دارند، که گمان می شود تقوا یعنی دست شستن، به کنجی نشستن، انزوا اختیار کردن، سیاه و سفید رو مرتکب نشدن، اونچنان احتیاط کردن و قدم برداشتن که دامن انسان گردی ننشیند ابدا، چنین تصویری در مورد تقوای امیرالمؤمنین روانی است. امام تقوایی رو میگویند که الان مشاهده میکنید که به گمان ما موارد بعد از این جمله همه تفسیر تقواست. لذا من در تقوا دیگه وارد نمیشم الان، از زبان خود امام انشاءالله خواهیم فهمید. اما یه جمله قابل تأمل است. امام با فعل شروع میکنن، فعل ام فتق الله عباد الله. عباد الله، کلمه عباد جمع عبده، منصوب به کار برده میشه. عباد الله، امر نصبش چیه اینجا؟ چرا عباد الله نمیگن؟ چرا عباد الله نفرمودن حضرت؟ چون این منادایه، حرف ندای اون حذف شده، یعنی یا عباد الله، یعنی یا عباد الله. اینها رو بندگان خدا رو امام دارن مورد خطاب قرار میدن. فتق الله یا عباد الله. خب اصل در کلام این است که امام بفرمان ابتداعا مخاطبشون رو هشدار بدن، بعد بهش دستور فعلی رو صادر کنن. بفرمان یا عباد الله، ای بندگان خدا، فتق الله. ابتداعا امام باید مخاطبش رو متوجه و متذکر بفرماید، بعد دستور تقوا رو بدهد. اما امام عکس این عمل میکنه، اول دستور به تقوا، بعد میگن عباد الله. مثل این که میگید بنشین حسین، خب میگیم حسین بنشین، حسن برو، نمیگیم برو حسن. کدام درست، کدوم مقدمه؟ یعنی اون سیاق و ساختار جمله اینه که اول منادا رو بگید بعد دستور رو صادر کنید. اما این رو امام باجگون کردن. چرا؟ همین یه جمله اول همه مطلب رو حضرت میرسانن. فتق الله یا عباد الله. و عباد الله یعنی چی؟ یعنی راه رسیدن به کوی بندگی و طاعت خداوند نیست مگر از دریچه، مگر از ممر و مسیر تقوا. فتق الله عباد الله. ابتداعا راهکار عبودیت و بندگی رو حضرت به اون کسانی که میخوان مخاطبشون قرار بدن تذکر میدن. اهمیت تقواست که مقدم میکند این فعل رو بر اون مخاطب، فتق الله عباد الله. بندگان خدا، اصول تقوا رو پیش بگیرید. حالا تقوا چیست؟ 5 دستور رو حضرت مطرح میفرمان، 5 ویژگی و نکته رو میگن که به بیان میتوان گفت اون شرح و بست همین جمله ابتدایی کوتاه است. و بادرو آجالکم به اعمالکم. و بادرو، کلمه بادرو در اون ابتداء عنوان هم ملاحظه فرمودید، مبادره، بادره، یبادرو مبادرتن، تبادر، بدار، تمام اینها اشتقاقات این کلمه است. بدره و بدار به معنای شتاب، پیشتافتن، پیشتاختن، به معنای سرعت گرفتن به سوی یه مقصد و مقصودی. بیشتر به معنای، اگر بخوام این رو ملموستر بگم، گاهی شما یه کاری رو بنا دارید انجام بدید و انجام هم میدید، اما مبادره نمی کنید. مؤذن گفت الله اکبر، الله اکبر، میگید خب وقت اذان ظهر
وارد است و نماز الان وقت نماز است. خب من هم 5 ساعت وقت دارم برای که نماز ظهر بخونم، چه ایرادی دارد؟ خدا از من نمازی خواسته است که 5 ساعت فرصت داره. انشالله در اولین زمان ممکنی که برام میسور بود و راحت تر بودم این نماز رو میخوانم. من 5 ساعت به تعبیر فقها ازمنه امکان دارم، یعنی تو این 5 ساعت ممکنه من نمازم رو بخوانم. نماز خونم بعد 3 ساعت بعد میخونید انشالله تقبل الله. اما گاهی با خودتون فکر میکنید، میگید که مؤذن گفت حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، پس مثل این که باید اینجا شتافت. نمیشه بگم من 5 ساعت وقت دارم. من چه میدانم که آیا در پایان این زمان چه میشود؟ الان که اول وقت رو خداوند اعلام کرد به منادی خیر، چرا من الان عمل نکنم به این وظیفه؟ من میشتابم و نمازم رو در اولین فرصت میخوانم. اسم این بدار است. مبادله یعنی این، یعنی این که آدمی کاری رو در اول زمان ممکن انجام بده، یعنی سبقت، سرعت، شتاب مثبت. این میشه بادرو و مبادره. فرمود بادرو آجالکم، آجال جمع عجل، عجل میدانید الان میگیم ضرب العجل، این رو به کار میبریم. میدونم برای این بدهی ما این ضرب العجل رو تعیین کردیم. یعنی چه؟ یعنی مدت و زمان پیش بینی شده و انتهای فرصت. شما 40 روز ضرب العجلتون که این مبلغ رو بازگردان کنید و بپردازید این دینتون رو. این 40 روز میشه 40، میشه ضرب العجل. عجل یعنی مدت تعریف شده محدود. بادرو آجالکم، بشتابید به آجالتون، به مدت‌های تهدید شده محدودتون، یعنی اون زمان و فرصتی که از عمر در اختیار دارید. به اعمالکم، شما به سبب اعمالتون پیش بتازید بر عجل و پایان یافتن فرصت. فرصت در حال اتمام است، عجل می آید، یعنی پایان عجل فرا می رسد. اما این شما هستید که به وسیله اعمال و کردارهای شایسته خودتون به جای اون، دقت بفرمایید نکته زیبای امام اینه، به جای اون که عجل شما رو غافل گیر کند، شما با اعمالتون عجل رو غافل گیر کنید. زمان امتحان نزدیک میشه، این دوستان جوان ما تصویف میکنن، میگوین که هنوز که تا زمان امتحان بسیار زیاد است، وقت فراوان داریم، یه 2-3 روزی که مونده کتاب رو باز میکنن، یک مرتبه نگاه میکنن این حجم 400-500 صفحه، میخوانن 10 صفحه 20 صفحه، یه مرتبه دست و پا شروع به لرزیدن میکنن، میگن ای بابا این کتاب که مال 2-3 روز نیست، من بود اینو از 20 روز یه ماه قبل میخواندم، این حجم رو که من نمیتونم برم امتحان بدم. بعد اونجاست که دیگه بهره یک جرعه می منت ساقی بکشیم، نه اینکه نکشیم، دیگه به دنبال اون میافتن که بالاخره با معلم صحبت کنن، فرصت بخواهن، استمحال کنن، اجازه میفرمایید نمیدارم تومار امضا کنن که این امتحان رو 20 روز عقب بندازیم، 15 روز اینطور بکنیم، دنبال این میافتن که چنین و چنان کنن، مهلت خواهی کنن. اینها الان غافلگیر به عجل امتحانند. همه ما نسبت به پایان مدتمون عزیزان چنین حالتی رو داریم. همه ما احتمال غافلگیری داریم، یعنی ممکن است عجل یک باره وارد صحنه زندگی ما باشد. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم آمادگی مواجهه با عجل رو، این امتحان پایانی رو، اتمام فرصت رو نداریم. کی میتوانیم ما عجل رو غافلگیر کنیم؟ بادرو آجالکم به اعمالکم، هنگامی که در میدان عمل موفق باشیم، هنگامی که سخن و حرف و شعار رو به کناری بنهیم و در میدان عمل اهل تلاش و کوشش های لازم و مثبت باشیم. خب ببینید به دنبال دستور تقوا اولین نکته‌ای که ما می‌فهمیم چیه؟ عمل، اون هم نه عمل معمولی، اون هم نه اینکه الحمدلله فرصت بسیار است، نه وقت تنگ است و اعمال بسیار، نه فرصت بسیار، وقت کم است و اعمال بسیار. عمده ترین نکته‌ای که به دنبال تقوا امام مطرح می‌کنن تلاش جدی و سائیانه است. عمل کنید، اون هم با توجه به فرصت‌های محدود. بدترین حالت برای انسان
اون حالتی است که انسان احساس کنه است برای کاری وقت بسیار دارد. هرگاه این حالت در ذهنتون در زندگی آمده تجربه کردید، اون زمانی که انسان احساس میکند برای کاری فرصت زیادی دارد، همیشه به ضیق و تنگنای وقت گرفتار میشه. یعنی اون کار بر انسان مبادره میکند، فرصت ها رو میسوزانیم، وقت کافی رو استفاده نمی کنیم. اون پایان مدت که میرسد دیگه حالا به خود میاییم که چه شد و کار به کجا کشید. باد رو آجالکم و اعمالکم. شرح بعدی تقوا. و به تاعو ما یبقا لکم به ما یزول عنکم. و به تاعو بخرید، ما یبقا لکم آنی که برای شما باقی میماند، به ما یزول عنکم به یه چیزی که از دستتون میرود. سوداگری کنید، بخرید به یه باهایی، به یه باهایی که این ناچیز است و رفتنی است، کالایی را که ماندنی است و باقی است. ببینید تعبیر رو امام چگونه کنار هم میچیند جملات رو امیرالمؤمنین. اولا فرمود وبتاو. وبتاو ابتیا است، ابتیا غیر باع. باع خرید و فروش، بیع و شراء. اما ابتیا باب افتعال است. همیشه باب افتعال در مواردی است که در اون قصد و توجه دیده می شود. اگر شما به هر شیوه این درآمدی براتون حاصل بشه، یه کسی دری می زند میگه آقا ما از این سیمای جناب عالی خیلی لذت بردیم، خوشمون اومد، است دوست می داریم که یک هدیه ای رو امشب به شما بدیم. آه خیلی متشکرم، خداوند انشاءالله سایم بارکالی رو مستدام بدارد، خیلی ممنون. تهادو تهابو، یک کلمه کوچک داریم در روایات، دقت بفرمایید، تحادو تحابو، هدیه بدید. البته تحادو باب تفاعل، جوابش هم تفاعله، یعنی نه فقط همیشه منتظر هدیه گرفتن باشید، این که خیلی خوشبینانه است، نه، هدیه بدید، هدیه بگیرید. تحابو، بعد اون شعله های محبت در هر دو دل افروخته می شود، دلها به هم نزدیک می شود، کدورت ها رفع می شود، آرامش در جان ها می نشیند. امروز به ما و شما می گوین هدیه دادن آرامش روانی می آورد. نه، تحادو تحابو، هیچ لحن روانشناسانه ای نمی تواند مانند این حدیث جامع باشه در دو کلمه کوتاه که همه اجزاء مطلب رو بگد امام. تحادو تحابو، تمام اطرافش رو تو این جمله کوتاه بازگو کند معصوم علیه الصلاه و السلام. خب بالاخره عرض به خدمت عزیزان، خود این هدیه دادن یه حلاوتی دارد، یه شیرینی دارد، در کام انسان می نشیند و انسان دوست می دارد که هدیه بده. این کسب، اگر ما کسی هدیه داد می شه اینو گفت کسب، اما اگر نه، گذران کار به این نشد، آستین همت بالا زدید، سپیده دمی برخواستید، حرکت کردید، از بام تا شام کوبیدید، کوشیدید، اونگاه سرمایه رو به دست آوردید، این رو کسب نمیگیم، بهتر از کسب میگیم، این اکتسابه، میره در بام افتعال میشه اکتساب، قصد و توجه. و ابتیا از این مدل، ابتیا یعنی خریدن با توجه و قصد و هوشیاری و انتخاب. و ابتا اون به دقت و هوشیاری بخرید، ابتیا کنید. چه چیزی رو بخرید؟ چیزی را که میماند به قیمت آنچه که میرود. حالا من یه توضیح کوتاه بدم. این تعبیر رو ملاحظه میفرمایید که ما همیشه داریم در تعابیر دینی، در قرآن، در متون روایی این رو داریم که به طور کلی از دنیا سوق، اساساً زندگی ما انسانها بازاری است، یه سوق است، یه بازار است. ربح فیها قومون و خسر فیها آخرون، عده‌ای سود میبرند، عده‌ای خسران و زیان. اما زندگی ما، سراسر زندگی داد و ستد است عزیزان، بدبستان و سوداگری است. حالا تا چه چیزی رو بدیم و چه چیزی رو بگیریم؟ موفق ترین تاجر و موفق ترین سوداگر آن است که کالای ناب رو میتواند به کمترین بها به دست بیارد. در یه تجارت شما چهار رکن دارید، شما باها دارید، کالا دارید، فروشنده دارید، خریدار دارید، سمن مسمن متبایعین به اصطلاح فقهی، شما این چهار رکن رو دارید.
امیرالمؤمنین میفرماید بدونید شما در معرض سوداگری و تجارتی در این دنیا، اما وقتا او من توصیه میکنم بهتون چیزی را بخرید، یعنی چیزی رو به دست بیارید که یبقا لکم، متاعی که باقی باشد، متاعی که امروز می آید و فردا از کف می رود فایده ای نمی کند. یه متاعی رو به دست بیارید که باقی است، ابدیت دارد و می توانید این بقا رو و این متاع و کالای باقی رو به قیمتی اتفاقا تهیه کنید که ناچیز است و اون یزوله، زائل میشه و از بین میره. عجب توازن عجیبی است. خداوند چه موقعیتی رو برای ما در نظر گرفته است. این همان است که خود امام در موارد دیگر فرمود تجارتون مربحتون یسرها لهم ربهم ارادتهم الدنیا فلم یریدوها. تجارتون مربحتون، یک تجارت بسیار سوداوری رو خداوند برای شما بندگانش در نظر گرفته است و در اختیارتون قرار داده است. عالی ترین سود پایدار رو میگیرید به یه قیمت ها و به یه باهاهای ناچیز کم و نازل. اون ما یبقا، اون چیز باقی که ما در داستت میتوانیم به دست بیاریم چیست؟ خلد است، جاودانگی است، عالم بقا است، نعمت های بی زوال الهی است، ابدیت است، همراهی با احدیت است، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون پایداری و جاودانگی با خداوند سبحان و تمام اون نعمت های دائم سرمد باقی. اما اونی که یزوله که به قیمت این یزول و زائل شدنی اون باقی رو میتونیم به دست بیاریم، کل من علیها فان، همه موجودی دنیاست، هر آنچه در دنیا داریم زائل شدنی است، به قیمت این موجودی دنیا اون باقی رو ما به دست می آوریم و اون بقا رو حاصل خواهیم کرد و به دست میاریم. امام می فرمان دنیا را بدهید آخرت رو بخرید، نکند وارون عمل کنید. آخرت رو بدهید دنیا را بخرید، از این دو حال بیش نیست. متاع شما و خرید شما و کالای شما همین است. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میخواید بهترین تجارت رو برای شما بگیم؟ تجارتی است که شما رو به تمام معنا کمک میکنه. پس دومین جمله امام این بود که وبتاء، به قصد و اختیار مدیریت کنید این تجارت رو، بخرید آنچه برای شما باقی میماند به قیمت و باهایی که خود اون باها اگر از کف رفت هیچ جای نگرانی نیست، چون یزول است، زائل شدنی است. اما اگر اون کالا رو از دست بدید هیچ چیز جایگزین اون نخواهد بود. به ما یزول عنکم، این اختیار با شماست، خداوند این موقعیت این تجارت رو براتون فراهم کرده است و در اختیار شماست. سوم، و ترحلو فقط جد بکم و ترحلو. ترحل از همان ماده است که شما کلمه ارتحال رو میگیرید، رحله رو میگیرید، از جایی به جایی منتقل شدن و سیار بودن، این حالت ارتحال است. خود سفر رو رحله میگویند. دیدید که بعضی از کتاب هایی که بعضی از سیاحان می نویسند به اینها رحله گفته میشه. رحله ابن بطوطه، همونطور که فرض بفرمایید غربی ها مارکوپولو رو دارن مثلا، سفرنامه اون براشون مطرحه. در تمدن اسلامی سیاحانی بودن که عجب نگاه عمیقی هم داشتند. ابن جبیر، ابن بطوطه، حتی ناصر خسروی قبادیانی قرن پنجم، اینها سیرها، سفرها و دیدگاه‌های خودشون رو در مناطق مختلف جمع کردن. این رحله است، ارتحال می‌کردن، ساکن نبودن یک جا، از اینجا به جا این سیر می‌کردن، کوچ می‌کردن و اونگاه دستاوردهای خودشون رو و دیدگاه‌های خودشون رو مکتوب کردند و به یادگار برای ما باقی گذاردن. ارتحال به معنای جابجایی، منتقل شدن. و ترحلو، حرکت کنید، سیر کنید. شما حضری نیستید، سفری هستید بندگان خدا. شما نیومدید اینجا که بمانید، شما برای ماندگاری
در این مقام ننشستید، شما آماده ارتحال و حرکت و کوچ کردن باید باشید. فقط جد بکن، این مطلب کاملا جدی برای شما گفته شده است. یک معنا فقط حسستم، یعنی تحسیس و حسم شدید. این تعبیر تعبیر عجیبی است. در خود نهج البلاغه میبینیم امیرالمومنین گاه مطرح میکند تجهزو رحمکم الله، فقط نودی فیکم بالرحیل. اصلا کلمه رحیل به معنای کاروان هنگامی که حرکت میکند، این کاروان رو میگن رحیل. خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده را به سبیل. وقتی این کاروان خواب میماند، اون خواب نوشین بامداد رحیله. با حرکت میکردیم این صبح، اما با این تأخیر یک منزل عقب ماندیم. ترحلو، شما ماندگار نیستید. خب حالا چه چیزی رو امام اراده میکنن از این جمله؟ اگر ما آدمیان در این زندگی مسافریم، مسافر یقینا مقصدی دارد، به یه سوی سفر میکند. سفر نامعلوم سفر نیست. طبعا ما یه مقصدی رو پیش او داریم که به سوی اون در حال حرکتیم. باید مقصد رو بشناسیم که کجا میرویم. اگر ما مسافریم، مسافر دلبستگی ها و تعلقاتش در حد سفر است. یعنی در حد یه مسافر وقتی میاد توی شهر و دیار که دیگه اینجا شروع نمی کند یه اماراتی رو بسازد که این 10 سال طول بکشه ساختمانش. نه دیگه، اگر هم تصمیمی دارد یه جا رو اجاره می کند، یه مقامی رو نمی دانم، هتلی رو، اتاقی رو، چیزی رو، غیره رو که می خواد این سفر رو بگذراند. وابستگی ها و تعلقاتش رو در حد سفر تنظیم می کند. مسافر چنین حالتی رو دارد. مسافر می داند اگر سفری است با دست خالی سفر کردن معنا ندارد، باید حتما زاد و توشه. لذا با اون چه مسافر همراه خیش می برد، از همین ماده ارتحال چه می فرمایید؟ راحله. می گید زاد و راحله، یعنی آن چیزی که همراه ارتحال برای انسان وجود داره و دیده می شه. مسافر نیاز به اینها دارد. ترحلو، کجا می رید بندگان خدا؟ فکر کنید چه چیزی پیش رو دارید؟ با چه وضعیتی حرکت می کنید؟ آیا سوخت کافی رو دارید برای وسیلتون؟ آیا زاد و توشه کافی رو دارید؟ آیا می توانید با این تهی دستی سفر را آغاز کنید؟ شما الان علی ظهر سفر، الان شما مسافرید. آیا باور نمی کنید سفر خودتون رو و حاضرید به این شیوه سفر کنید؟ فقط جد بکنم، این جدی شوخی نیست. وستعدو للموت فقط ازلکم، و بدانید بندگان خدا باید مستعد برای موت باشید. اون پایان سفر رو امام مطرح می فرماند. وستعدو للموت، مهیا باشید برای مرگ. فقط ازلکم، این موت سایه بر سر شما افکنده است. ببینید امام دستور به تقوا دادن، اما موج میزند روح تلاش، پویایی، جدی گرفتن، به تعبیر امروزی ما مدیریت زمان، از تک تک لحظات استفاده کردن. در کلام امام کاملا اون وجه اصلی مسلم سخن است. باید مستعد للموت، شما برای اون خط پایان باید مستعد باشید. گاهی ما نگاهمون به مرگ یه نگاه انزواگرایانه راهبانه صوفیانه است. گاه ممکن است نگاه میکنیم از مرگ به عنوان یه پایان، گاه نگاه عامی و عرفی است، یه نگاه خوفناک و بیمناک. از مرگ بترسید ها، هوای مرگتون داشته باشید ها. همین که مردمان گاه به هم میگوین ما ابدا از مرگ حراسی نداریم. اون چه به ما دستور داده میشود بیمناکی از مرگ نیست، دلنگرانی از مرگ نیست. الموت معقود به نواسیکم، بر پیشانی ما چسبیده است مرگ. مرگ خط الموت علی ولاده، مخط القلاده علی جید الفتات. همانطور که سینه بند به گردن دخترکان است، مرگ به گردن ما آویخته است. فقط ازلکم، سایه سر شما، مرگ بر سر شما سایه افکنده است، یعنی همراه شما. اصلا ما با مرگ دور نیستیم. آنی که مهم است
استعداد برای موت است. این نکته مهمه در کلمات پیشوایان، اینی که انسان مهیای این سفر باشد. همون جمله قبلی به بیان دیگری در لحن سخن امام دیده میشه، مهیا بودن برای مرگ، اینکه بدانیم بالاخره پشت سر ما چه خبر است. خیلی سخت این حرفا واقعا برای ما که عادت به این شیوه نگاه ها نداریم، خیلی سخته که اگر به من بگن فردا صبح فرض کن که تو بر نمیخیزی از بستر، من چه تا صبح چه فکرها دارم نسبت به بندگان خدا، نسبت به خداوند چی میگذره تو ذهن من، آیا نسبت پشت سرم چه مقدار آمادگی این دارم. گفت اون حکایت عطار روی وقتی عرض میکردیم به دوستان، وقتی که شیخ در مغازه نشسته بود، فریدالدین عطار، عطار بود واقعا به معنای واقعی، یعنی کار طبیبان میکرد و نسخه تجویز میکرد. من را در عرض بود در اون شعرش میگد که من به داروخانه 500 شخص بودند، 500 نفر من مراجعه داشتم. خیلی مشکل دوستان طبیب، نمیدانم شما مثلا در روز بعد از او چقدر عرض به خدمتون ویزیت عرض میبینید و دیدار دارید و مریض مراجعه به جناب عالی دارد. میگه من 500 نفر در شب در 24 ساعت مریض میدیدم و نسخه برای اینها تجویز میکردم. او یه آدم این چنینی فعال، عرض به خدمتون، خدا هم به وقتش خیلی برکت داده بوده، عرض به خدمتون چه این عمل میکرده است. خب گفت که آمد و صدا زد خواجه کرمی در راه خدا شیء لله. دیگه خواجه فرصت این کارا رو ندارد که 500 نبض میبیند، به تعبیر خودش فرصت این کار. گفت برو. نگاهیت گفت خواجه که درمی در راه خدا نمیدهد چگونه جان به اسرائیل خواهد داد. عطار یه نگاهی کرد و گفت تو خودت چگونه جان به اسرائیل میدهی؟ اون ظرفی که داشت زیر سر گذاشت، سرش رو بر روی ظرفش گذاشت، بلند کرد با آسمان سر رو، گفت انا لله و انا الیه راجعون. اون چشم رو بست و دیگر باز نکرد. حرکته فلم یتحرک، تکان دادن دیگه تکان نخورد. عطار بست درب مغازه رو، از همون ظهر روان شد تا شیخ فریدالدین عطار باشد. دیگه گذارد اون نبضها رو ول کرد و دنبال گرفتن نبض دیگری شد. این که ما چقدر آمادگی داریم که اگر بگوین جای تو گرم شد برخیز بلندشین، این استعداد میخواد. استعداد از ماده چیست؟ از ماده عده. استعداد اعداد یعنی مهیا کردن شرایط. ولی واستعدوا للموت، مهیا کنید شرایطتون رو، جدی است این قضیه. فقط اذلکم، سایه بر سر شما انداخته است، هیچ لحظه است آنیست، خدا میداند جای میهمان بودم، نه در این شهر، تهران بودم خدمت در ایام، یکی از همین بحثا فاطمیه بود، کی بود؟ سر میز نهار در خدمت دوستان و بعضی از عزیزان بودیم. بعد از اتمام و صرف غذا، من لیوان آب رو که نوشیدم به خداوندی حق، مرگ رو به معاینه دیدم، به معاینه، یعنی اونچنان آب، همین چند ماه قبل، اونچنان آب، همون که امیرالمومنین فرمود مسکین ابن آدم، این بیچاره فرزند آدم، تقتله شرقه، یه جرعه آب مسیرش عوض میشه، یه نایومری کار رو تمام میکند. اونچنان آمد که من ماندم و این دوستان بلند شدند، یکی به پشت میکوبید، یکی به پهلو میکوبید، بالاخره یکی سلام و صلوات میفرستاد، یکی نذر میکرد و ما هم فقط سیاه بود عالم در ذهن و نظر. رو هیچ دقایقی گذشت، بعد جناب اسرائیل دستش رو برداشت از روی سر ما. همین است، نمیدونیم آیا با یه جرعه آب خوردن میمیریم؟ آیا با یه پاکت شدن میافتیم؟ نمیدونیم چه خبر است. فقط اذلکم، سایه بر سرتون انداخته است. کجا در حاشیه امن نشستید و گمان میکنید که این موت کونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروجن مشیده؟ مگه شوخی دارد با شما این مسائل؟ فرمود واستعدوا للموت فقط اذلکم و کونو قومن صیح بهم فانتبهوا. عجب تکان دهنده و زیباست.
شما جماعتی هستید که سیح بکن، سیاح، سیحه یعنی بانگ، فریاد. شما جماعتی است که صداتون زدن، اون هم با خروش بلند. پس چرا از خواب بیدار نمیشوید؟ فانتبهوا، انتباه، تنبیه، تنبه به معنای بیداری از خواب است. اگر میگن تنبیه، این کلمه ما اشتباه به کار میبریم. تنبیه یعنی کسی را بیدار کردن، تنبه یعنی بیداری دادن، انتباه یعنی بیداری. شما قومی هستید که سیح بهم، صداتون زدن به ندای بلند. چرا امام تعبیر به سیح؟ این چون واقعا اونقدر هست صدا، اگر ما بخوایم بشنویم برای بیداری، مگر خودمون رو به خواب بزنیم. فانتبهوا، پس بیدار بشید. چرا بیدار نمیشید؟ چرا چشمتون رو بیداری همراه با چیست؟ باز کردن چشم است. چرا چشمتون رو باز نمی کنید؟ چرا خودتون رو به غفلت خواب می زنید؟ فانتبهوا فکونوا قوما سیح بهم فانتبهوا وعلموا ان الدنیا لیست لهم بدار فاستبدلوا. از اونهایی باشید که بیدار میشن. بعد از بیداری چیست؟ خبرداری است. و اونگاه علمو میدانند که ان الدنیا لیست لهم بدار، این زندگی زندگی نیست که تمام مقصود و مقصد شما آدمیان و فرزندان آدم باشد. فاستبدلوا، پس بیایید سیاست گذاریتون رو عوض کنید، بیایید شیوه رفتارتون رو مطابق با این هدف و مقصودتون قرار بدید. مگر نمیدانید که فإن الله سبحانه لم یخلقکم عبثا، مگر نمیدونید خدا شما رو عبث نیافریده است؟ عبث کار بی پایان، کار بی هدف، آغاز خوب، پایان نامطلوب. این میشه خدا هم شما رو عبث نیافریده است. شما پایانی دارید، مقصدی دارید. ولم یترکم صدا، خدا شما صدا مهمل، شما که بیهوده و مهمل نیستید در این خلقت، نقش ها دارید شما، جایگاه های مهم در نظر دارد خدا برای شما. و ما بین احدکم و بین الجنه و النار الا الموت ان ينزل بكم. و بدونید بین هر کدام از شما دو پیش رو دارید که یه چیز واسطه است، بین شما یا بهشت یا جهنم، فاصله ای نیست جز مرگ. همین است. هر کدام از شما پیش رو یا رضوان الهی رو دارید یا قهر خداوند رو دارید. اونی هم که الان بین شما و این دو حائل است، مرگ است. چون ازا مات الرجل فقط قامت قیامته. ما یه قیامت صغرا داریم، یه قیامت کبرا داریم. هر انسانی که میمیرد قیامت او به پا میشود، یعنی مشخص میشه این بهشت و دوزخش. تا وارد اون بهشت و دوزخ اصلی نمیشود، نمونه از اون رو به او عرضه میکنن که از اون تعبیر میکنیم به بهشت و دوزخ برزخی. بدانید ما و ما بین احدکم و بین الجنه و النار، بین شما بهشت یا دوزخ هیچ فاصله نیست، الا الموت ان ينزل به، که نازل میشه به اون کس. و ان غایتا تنقص هل لحظه، خیلی عجیب است این جمله، و ان غایتا تنقص هل لحظه و تحت محصاه لجریرتون به قصر المده. این غایت و پایان، پایانی که و این فرصتی که لحظه لحظه داره نقصان پیدا میکند، کاسته میشه و ثانیه ثانیه داره از میان میبرد این فرصت شما و این مدتی رو که در اختیار دارید، با چنین شرایطی لجدیرتون حتما سزاوار است به قصر المده، که باور کنید که فرصت فرصت کمی است. من این جمله رو قدی بیشتر توضیح بدم، جالب است. امام میفرمان این غایتی که شما در پیش دارید با لحظه لحظه ثانیه، یعنی مجموعی است از این لحظات شما که آن با آن داره این لحظات برداشته می شود. روزی می دهد، روزی را می گیرد. روزی می گیرد، روزی می دهد. این کار کارگاه خلقت است نسبت به ما آدمیان. یعنی لحظات زندگی شماست که قطره قطره سیلی گردد و اندک اندک خیلی و دانه دانه از قله در انبار. ثانیه ها دقائقمون رو تشکیل می دهد، دقائق ساعاتمون رو تشکیل میدهد، ساعات شبانه روزمون رو، شبانه روز هفتمون رو، هفته ماهمون رو و ماه سالمون رو و سال عمرمون رو. پس عمر یعنی ثانیه،
لحظه. عمر یعنی دقیقه، عمر یعنی ساعت، عمر یعنی شبان روز، یعنی هفته، یعنی ماه، یعنی سال. منتها ما نگاهمون نگاه مجموعی است به عمر، نه نگاه تفکیکی و تفصیلی. لذا لحظات رو عمر نمیدونیم. اگر یه ساعت از امروز ما تلف شده باشه چه اشکالی داره؟ هیچ. چون ما برای این ساعت اصلا زمان قائل نیستیم، اینو جزء عمر نمیداریم. به حالی که کلش رو عمر میدانیم، اینجا یه اشتباه و یه مقالطه بزرگی تو ذهن ما پیش میاد. مایلم حداقل همین جمله رو به یه بیان ادیبانه خدمت عزیزان بگم که یه لطافت این بحث رو ببینیم. سوال: اگر از یه کسی بپرسن آ شما چقدر عمر در اختیار دارید، میگه من ظاهرا با این سنی که من دارم و مقتضای خانواده ما، ژنتیک خاندان ما، دودمان ما پرسنیم، نوعا ماها مثلا 70-80 سال سنمون هست فلان اینها، ما هم که الان 30 سالیم، 40 سال دیگه عمر داریم. خب الحمدلله. بفرمایید این 40 سال عمرتون رو چند میفروشید؟ حاضرید به قیمت همین دنیا معاوضه کنید؟ نگاه عاقلا در سفیه میکند که برو آقا. حاضرید با 100 تا مثل این دنیا عوض کنید این 40 سال عمر رو؟ چه حرفیش میزنید آقا؟ مثلا هر چی برای عمرم میخوام، من همه چی مگه میشه معاوضه کنم من عمرم رو با چیزی؟ امکان ندارد. شما حاضر نیستید این 40 سال عمر رو به 100 عالم بدید، اما این رو به شیوه دیگری از کف میدید. حالا نمونهش رو نگاه کنید، لذت ببرید. مثنوی تقدیس آخوند ملا احمد نراقی که گاه من استشهاد کردم از این کتاب برای شما، و این مجموعه بی نظیر اخلاقی، علمی، اجتماعی، فوق العاده قوی. گاهی میدونید پهلو میزنه واقعا با مثنوی مولوی بعض از ابیات مرحوم نراقی. بود یکی ترار از اهل دوان، دوان دوانی شهریست در استان فارس خودمون، عرض بخیر، علامه دوانی، جلال الدین دوانی در قرن 19. بود یکی ترار از اهل دوان، رفت تا دکان بقالی روان. کسی از این رندهای عرض به خدمتون کازرونی دوانی بود و رفت در مان. پس با آن بقال گفته ای ارجمند، گردکانت را هزاری گو به چند. گردوها هزاری چند؟ عددی می خریدن گردو را اون زمان. گردکانت را هزاری گو به چند. میدونید وقتی جنس قیمتش پایین تر باشه معدوده، اما وقتی پربهاتر میشه چی میشه؟ موزون میشه دیگه، گرمش هم محاسبه میشه. تخم مرغ عددی جوره، تخم مرغ وزنی جوره دیگریست. پس با آن بقال گفته ای ارجمند، گردکانت را هزاری گو به چند. گفت 10 درهم. هزاری مشتری زودتر درهم بده گر میخری. گفت 1000 تا 10 درهم. خیلی خوب، اگر حاضری که برات عدد کنم. گفت 100 باشد به چندین گردکان. گفت 1 درهم بهای آن بدان. خب اگر 1000 تاش عرض به خدمت جناب عالی 10 درهم، 100 تاش میشه 1 درهم. خب سبک سنگینی کرد. گفت با من گو که 10 گردو به چند. گفت 10 درهمی ای ارجمند. عشر، عشر 1/10 1 درهم میشه 1/10 1 درهم، 10 تاش. گفت چب ود قیمت 1 گردکان. گفت او را نیست قیمت ای فلان. گفت خب با این محاسباتی که شما فرمودین پس 1 گردو چنده؟ گفت دیگه خب وقتی 10 تا گردو میشه عشر، خب دیگه 1 گردو که ما خجالت میشیم بخوایم از شما پول بگیریم قیمت بگیم. گفت بسم الله، پس همون 1 گردو رو بدید. گفت 1 گردو عطا فرما به من. داد او را گردکانی بی سخن. زود برداشت 1 گردو داد. باز کرد از او رفت و برگشت. باز گفت آقا 1 گردو چند؟ باز کرد از او یکی دیگر طلب. خواجه او را داد بی شور و شغب. گفت بگیر اینم یکی دیگه. گفت بازم گرد رو سوم. گفت بازم گردکانی کن عطا. گفت بقال از کجایی ای فتا؟ گفت این رفتار تو ریشه داری، تو از کدوم شهری کجایی؟ گفت باشد موطن من در دوان، شهر مولانا جلال الدین، شهر مولانا جلال نکتدان. من از شهر جلال الدین دوانی، علامه دوانی هستم. گفت رو ای دزد ترار دقل، دیگری را ده فریب از این حیل. باد نفرین بر جلال الدین تو، که نمود این نکته ها تلقین تو. تو اینها را از او یاد گرفتی، از درس او یاد گرفتی که تو سر مردم کلا بگذاری و بیاد اینطور بازار مردم بکاهی. حالا گوش کنید. ای تو کودنتر، اینجا دیگه مخاطب مرحوم نراقی منم،
اون ماجرا تمام شد، حالا میخواد استفاده کنه. ای تو کودن طرز بقال دکان، بی بهاتر عمرت از ده گردکان. گر کسی گوید که از عمرت به جا مانده 40 سال دگر، ای مرتجا چند باشد قیمت این چل سال را، بازگو تا بر شمارم مال را. اگر بگه چقدر عمر داری، میگه 40 سال، بگو خب چند میفروشی، چی میگی جوابش رو؟ فاش میبینم که میخندی برو، خانیش دیوانه از این گفتگو. پاسخش بدهی که اگر ملک جهان میدهی، نبود بهای عمر آن. مگه میشه ملک دنیا رو من به بهای عمر 40 سالم بدم؟ گردهی 100 ملک بی تشویش را، میفروشم که حیات خیش را. 100 تا مثل این دنیا هم بدی، مگه من عمرم رو میفروشم؟ حاضر نیستی بفروشی. لیک ای کودن ببین بی قیل و قال، میدهی مفت از کف خود ماه و سال. حاضر نیستی کل این عمر رو معامله کنی، اما روز میگذره، حالا چطور شده؟ طوری نیست، فردا هم روز خداست. این هفته گذشت، خب باشه هفته، این ماه گذشت، خب باشه 85 گذشت، خب باشه 2006 گذشت، خب 2007 هم در پیش داریم، سالهای آینده هم هست. شما چی رو دارید از دست میدید؟ چه کیمیایی رو؟ اونه که با قیمت 100 جهان محافظه نمی کردید. بین که آن دیو لعین بی تاب و پیچ، می ستاند روز روزت را به هیچ. آخران عمری که 100 ملکش بها بود، افسون نیست جز این روزها. همین روزها همون عمر دیگه تشکیل شده هست از همین واحدهای کوچکتر اون واحد بزرگ. روزها چون رفت عمرش را تلف، نی تو را سرمایه نی سودت بکف. آنچه قیمت بودش از عالم فزون، گو چه کردی؟ آنچه قیمت بودش از عالم فزون، گو چه کردی و کجا باشد کنون؟ ای 200 حیف از چنین گنج نهان، کان ز دست ما برون شد ناگهان. برگردیم به سخن امیر ملک کلام. فرمود بدانید، و ان غایتن تنقصها اللحظه، اون سرمایه‌ای که با لحظه لحظه داره از کفتون میره، و تهده ما هست ساعه، لجدیرتون به قصر المده، واقعا سزاواره که این رو حسابگری بیشتری بکنید و کوتاه بدانید. و اینه که امام در حکمتهای نهج البلاغه داره، عزیز من امام فهم کن علا عمرک، بر عمرت اشح و بخیلتر باش، علا درهمه که و دینارک، من درهمه که و دینارک. عمر شما باهای گرانتریست، نه سرمایه بانگیتون که حساب اون رو به مثقال ذره دارید. اما ساعتها می نشینیم با این و اون رو نشستیم و گفتیم و برخواستیم، بعد چی شد؟ طوری نشد. عجب سخنی رو امام می فرمایند، اگر به تعبیر خود حضرت انتباهی باشه و بیداری باشه. و نقائبا یهدوه الجدیدان اللیل و النهار، لحریون به سرعت العوبه. همین جمله، و نقائبا یهدوه الجدیدان، اون امر قائبی که در پی اون یهدو براندن شطور میگن هدیه، جدیدان یعنی شب و روز، چون این میره اون میاد، هی مرتب در حال جابجایی هستن، به اینها میگن جدیدان در کلام حرم. و این قائبا، اون قائبی که شب و روز دارن این رو از پشت میرانند و حرکت میدهند، لحریون به سرعت لعابه، واقعا سزاواره که برگردید و توجه کنید و متوجه به دقائقش باشید. چی قائبیست که دارن شب و روز هی به طرف ما می آورن دورا؟ بعضی از شعرها نهج البلاغه میگن همین عجل و مرگ و پایان خط، اما بعضی از شعرهانی که نگاه عارفانه دارن چیز دیگه گفتن، میگن این قائب خودتونید انسانها. و این قائبا، شما اون پنهانی هستید که نیستید الان اونجایی که باید باشید، اما این شب و روز دارن از پشت می آیند و شما را حرکت می دهند، به اون جایی برمی گردانند که باید باشید. پس درک کنید این سفر خودتون رو، یعنی انا لله و انا الیه راجعون، یعنی هر که آورد مرا باز نماید
وطنم. حواستون باشه تو این سیر و انتقال، نکنه بیگانه باشید از اونجا بر شما میگذرد. و ان قاد من یقدم بالفوز او الشقوه لمستحق لافسل العده. بدانی قادم یعنی مسافر، یعنی مسافری که از راه میرسه، قدوم آمدن مسافره. ان قادم، شما مسافری هستید که یقدم میایید، اما دو چیز با خودتون میارید، یا فوز میارید یا شقاوت، یا سعادت یا بدبختی. هر کدام از شما که از این سفر دنیا برمیگردید با دو تا توشه میایید، با دو تا کالا میایید، یا با سعادت یا با شقاوت. لمستحق لافضل العده، چنین مسافری واقعا باید خودش رو مستحق بداند برای اینکه بهترین عده و بهترین سرمایه رو برای خودش از این سفر بیاورد و از این سیر همراه کند. حالا راه چیست؟ فتزودو فت دنیا من دنیا. حالا باید تزود کنید، باید هی آن به آن بگیرید، نه اینکه بدید، نه سرمایه رو از کف بدید، آن به آن اون مایبقا رو به این مایزول جا به جا کنید، اون چیزهای پایدار رو بگیرید، تزود کنید، ذخیره سازی کنید، انبار کنید برای اون چه در پیش دارید. اما جمله زیبای امام اینه تزودو فی دنیا، راهش کجاست؟ همین زندگی. ما هیچ دشمنی با زندگی و دنیا نداریم. اون نگاه های شاعرانه رو به کناری بریزید، مجو درستی عهد از جهان سوسنات که این عجوزه عروس هزار داماد است برای شعر حافظ خوبه. اینا واقعیت زندگی ما نیست. ما با همین دنیا عزیزان باید زندگی، ما باید رئیس بشیم، منوس بشیم، وزیر بشیم، وکیل بشیم، امیر بشیم، تاجر بشیم، بازاری باشیم، سپاهی باشیم، معلم باشیم، دانشجو باشیم، همین ها زندگی ماست. ما باید تو همین مشاغل و پست ها و جایگاه های اجتماعی آخرتمون رو به دست بیاریم، نه با گریز و فرار و انزوا و نشستن و کنار ازدواج نکرد. نه اینها نیست. فت دنیا، تو زندگی دنیا باید زندگی کنید. منت دنیا، از همین جایگاه ها شما باید از همین موقعیت هایی که خدا بهتون داده است چیزی را به دست بیاورید. به تعبیر امام فرمودن فتزودو فت دنیا منت دنیا ما تحرزون به انفسکم قدا. با همین زندگی دنیا و شیوه و سیاست گذاری درست با چیزی رو به دست بیارید که فردا حرز شما باشه. حرز یعنی چی؟ یعنی نگهبان. تحرز یعنی تحفظ. چیزی رو به دست بیارید که فردا در اون هنگامه شگرف و در اون حال هوای سترگ قیامتی که در پیش دارید وجود شما رو حافظ و نگهبان باشد. حالا این جملات و توصیه‌ها رو امام فرمودن، بعد حالا اون لحن زیبای خودشون رو که باید انشاءالله نوبت آینده بگیم به زیبایی میدن فتقا عبد ربه و نسح نفسه و قدم توبته و قلب شهوته، شروع میکنن یه تصویر زیبایی رو از کسانی که این حرفا رو گوش کردن از حضرت، یعنی نتیجه قسمت اول خطبه در قسمت دوم دیده میشه، شروع میکنن وجود مقدسشون اون قسمت بعدی رو توصیف کردن که انشاءالله نوبت آینده با بزرگواران در میان خواهیم گذارد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و سخنان عطرت نبی مکرم منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده بیشتر از اقیانوس بیکران سخنان مولا الموحدین امیر المؤمنین رو نصیب و روزی همه ما بفرماید، انس ما رو به نهج البلاغه امیر المؤمنین انشاءالله روزافزون بگرداند. بسمک العظیم العظم و العز الجند الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بمولانا امیر المؤمنین استجب دعواتنا یا الله.